سمت راستیه. دقیقاً پشت اون هست. اون خونه فرزند آیت الله هاشمی و فرزندانش، این صادق هاشمیه که وکیل آقای یاشای سلطانی و میلاد بیدرزیه. ولی با تجربه اطراف خونه ساده تری بنظر. آره، اما این خونه خانم حسینی این کور کرده، اون رو دیده شد دیگه. این میخواد ویو 360 درجهش باشه تا 150 متر. حالا هر چقدر بیشتر باشه زمین چهده نون. یا ما الان ما اگه میخواد به شما بده قیمتشو باید یه برابر ازت بگیرن، ولی وقتی خلاف میکنی میگه 6 برابر میگیرن. یعنی درآمدزایی داری، یعنی جنبه درآمدزایی داره برای شهر داری که این کار رو میکنی که اصلا همه رو سوق میده به سمت اینکه خلاف کنه. اون منطقه که دیوار دارشه اونجا واسیلیه. مثلا که گنبد داره و گنبدش معلوم از اینجا میبینی، اون حوزه آقای ناطق نوریه. حتی آقای صدیقی اونجوم تهران هم یه حوزه لکسوری توی روزگل داره که نزدیک که همینجا هست. این ملک آقای میر محمد علی هست که با عنوان داماد شمخانی توی خبرها زیاد منتشر شده و حالا توی خبر اومده که به غیر از 5 طبقه اصلیش یعنی یه طبقه آخر و اون آخر پشته دستور تخریب براش گرفتن. این منزل آقای کاشانیه که دو طبقه مجوزش، همکف رو که در واقع برای پارکینگ دیده شده بوده تو مجوز، اون رو بعدن اومدن و ساختن که الان دستور تخریب براش گرفته شده. اومدن بغلش رو که یه مسیری بوده اون مسیر رو مسقف کردن. به نظر میرسه که حالا استفاده شاید سکونتی هم سکونتی استفاده میکنن، اما در واقع برای تامین پارکینگشون بوده. شما موافق برخورد هستید؟ بله حتما، عدالت باید برای همه اجرا بشه یکسان، ولی گزینشی نباشه. خب حالا میریم منزل آقای کاشانی، احمد کاشانی، زنگ بیاییم که میتونیم باشون صحبت بکنیم در روی تخلیف ساختین خودشون دارم. سلام عزیز، میتونم یه سوالی هستم بپرسم در روی خونه؟ بفرمایید. ما خبر داشتیم خب هر حال چند تا خونه نزدیک شما خیلی جنجالی شدن. بله اون بار آره هم پشت شما درست و بعد پیگیری هایی که داشتیم و داریم دیگه خود شما هم اینجا تخلف دارید. نه تخلف نیستش، یه زیرزمینه. درسته زیرزمینه و سکونت داریم توش و هیچ مشکل تخلفی هم نیستش. تخلف های قانونی هم نیستش؟ نه خواهی دیگه دیگه نه خواهی که اون من اگه قبلن خواهی هم دیگه مسکنی شد؟ پارکینگ اصلا پارکینگ جدا داشت. پارکینگ به تبدیل نه پارکینگ همون جدا است. پارکینگ همون در ماکنی پارکینگ همون شکل پارکینگ جدا است. هیچ ربطی به مسکونی نداشت. هیچ ربطی به مسکونی نداشتیم که هیچ پارکینگی نبوده که تبدیل به مسکونی شو کنیم. درست، این از اول سه طبقه مجوز داشت در یه سال؟ نه شایعه بوده. آره میگم اون 7-8 طبقه غیر قانونی ساختن، بعد والا اومدن واسه اینکه توجیهش بکنن اومدن به ما گیر بدن. پس مشکلی نداشته به صورت قطعی؟ آه این کاش البته میگم اگه همه هایی میکردی حالا برادرم یا پدرم میگفتیم باشه. از تهران اومدیم؟ بله. ای بابا ما ببخش این شیشمون شکوندن. آها این در رو قفل میکنیم که درسته. چون دست میاد اینجا مال خواهده آقای علی عسکریه درسته؟ این مال آقای علی عسکری شاهبادی چند نفره. آها این زمین مال دانشگاه صنایع معادن و آقای اخوان نامی هست که شیر اخوان معروفه.
هیچی فعلا دادگاه معلق بذاشت. خدای علی از کیری هم اینجا غیر مجاز ساختن. ویلای علی های کریمیه. این ویلای علی کریمی و روبروش ویلای شبنم نعمت‌زاده که حکم تخلیه گرفتن و در حال اجراست. اما در تخلیفش متراش الان دیگه تصمیم گرفتن کامل انگار خراب میکنن و اگه بخوام بسیدن دوباره میسازن الان اون طبق اون متراشی که مجوز بهشون داده میشه. این الان دیگه کامل خراب میشه. میگن که این نرخ در مقابل نرخ‌های دیگه که توی منطقه هست تقریباً آشغال محسوب میشه. یعنی این ورش 12 متره، این ورش 5 متره. حالا نمونهش همونی بود که مال علی کریمی بود. توی منطقه چند دیگه هم ما فیلم ازش گرفتیم.